بخش از آموزش میخوایم نحوه آدرس دادن و آدرس پرسیدن رو در زبان ترکی استانبولی آموزش بدیم. بریم چند تا مکالمه رو با هم بررسی کنیم. تایتل مکالمه هامون هم هست آدرس. آدرس به معنای آدرس نشانی. مکالمه اول میگه مرحبا، یعنی سلام. شخص دوم هم جواب میده مرحبا. در ادامه میگه آف درسنز لوکانتا نرده. آف همون گفتیم از کلمه اف گرفته شده، معنی معذرت، از اف. آف درسنز یعنی معذرت میخوام. لوکانتا یعنی رستوران. نرده یعنی کجاست. لوکانتا نرده یعنی رستوران کجاست. آف درسنز لوکانتا نرده، معذرت میخوام رستوران کجاست. در جواب میگه 50 متر ایلریه گیدین. 50 متر ایلریه گیدین. 50 یعنی 50، متر همون متره، ایلری یعنی جلو، به سوی جلو، به سمت جلو. ایلری گیدین از فعل گیتمک ریشه میگیره به معنای رفتن. میگه 50 متر ایلریه گیدین، 50 متر به سمت جلو برین، یعنی برین جلو 50 متر. کارشیا گچن. کارش گفتم یعنی مقابل، جلو، روبرو. گچن به از فعل گچمک میاد به معنای گذر کردن، عبور کردن، گذشتن. کارشیا گچن یعنی به سمت جلو برین، به سمت روبرو، به سمت جلو برین. önünüze park çıkacak. önünüze park çıkacak. ön یعنی جلو، روبرو، با کارشی مترادف است. ön önünüze یعنی مقابلتان، روبرویتان. پارک چکجاق، پارک همون پارک چکجاق از کلمه، از فعل چکماک ریشه میگیره به معنای در آمدن، ظاهر شدن، جلوی چیزی آمدن. önünüze park çıkacak میگه جلوتون پارک ظاهر میشه، یعنی میرین جلو مقابلتون پارک میبینید. ön یعنی مقابل، روبرو. lokanta parkın yanında. yan هم یعنی کنار، بغل. lokanta parkın yanında میگه رستوران بغل یا جنب پارک. میگه تشکر ederim، یعنی متشکرم، ممنون. در جواب هم میگه رجاء ederim. رجاء هم از کلمه رجاء عربی ریشه میگیره به معنای خواهش، تمنا. رجاء ederim یعنی خواهش میکنم. مکالمه بعدی میگه ای گونلر بیفندی. یعنی روز بخیر. بیفندی برای آقایون اطلاق میشه به معنای آقای محترم، جناب آقا. ای گونلر بیفندی یعنی روز بخیر آقا یا جناب. در جواب میگه ای گونلر خانم افندی، یعنی روز بخیر خانم افندی. هم برای خانم ها به کار میره. خانم به معنای خانم، افندی هم یعنی جناب، سرکار. خانم افندی یعنی سرکار خانم. ای گونلر خانم افندی یعنی روزتون بخیر سرکار خانم. بویرون بفرمایید. میگه آف درسینز، معذرت میخوام، آف درسینز. آیله سالغ مرکزی نرده. آیله همونطور که گفتیم به معنای خانواده است. آیله. سالغ به معنای بهداشت، سلامتی. سالغ به معنای بهداشت، سلامتی. آیله سالغ به معنای بهداشت، سلامتی خانواده یا سلامت خانواده، بهداشت خانواده. مرکزی هم به همون مرکز میشه. نرده به معنای کجاست. میگه آیله سالغ مرکزی نرده، میگه مرکز بهداشت خانواده یا سلامت خانواده کجاست. آیله سالغ مرکزی.
در جواب میگه 100 متر یورویون. 100 متر یورویون. 100 به معنای 100 هست، عدد 100. متر همون متر. یورویون از فعل یورومک ریشه میگیره، به معنای قدم زدن، راه رفتن. میگه 100 متر یورویون، میگه یعنی 100 متر. منظور اینجا راه رفتن نیست، منظور اینه برین جلو. 100 متر یورویون یعنی همینجوری 100 متر برین جلو از همین جهت. سونرا سادنون، سونرا سادنون. سونرا یعنی بعدش، بعد. سا یعنی سمت راست، سا یعنی سمت راست، سا. میگه سونرا سا، میگه بعدش به سمت راست. دنون، دن، دنون از فعل دنمک ریشه میگیره، به معنی چرخیدن یا تغییر جهت دادن، تغییر سمت دادن. میگه سونرا سا دنون، میگه بعدش به سمت راست بپیچید. بیر فرن وار، بیر فرن وار، میگه یک نانوایی هست اونجا. منظور فرن یعنی نانوایی. بیر فرن وار، میگه یک نانوایی هست. آیله سالو مرکزی، میگه مرکز سلامت خانواده. فرنن 50 متر ایلریسنده، فرنن 50 متر ایلریسنده. 50 به معنی 5 است. ایلری هم یعنی جلوی یا روبروی. بعد میگه آیله سالو مرکزی فرنن 50 متر ایلریسنده، میگه مرکز سلامت خانواده 50 متر جلوتر از نانوایی هست. 50 متر ایلریسنده یعنی 50 متر جلوتر. میگه تشکرلر، متشکرم. در جواب هم میگه ریجا ادریم، خواهش میکنم. مکالمه سوم و آخریش میگه آف درسنیز مترو استاسیونو نرده. آف درسنیز یعنی معذرت میخوام. مترو، مترو. استاسیون از کلمه استیشن انگلیسی گرفته شده، به معنی ایستگاه اتوبوس، ایستگاه مترو. نرده هم یعنی کجاست. میگه آف درسنیز مترو استاسیونو نرده، میگه ببخشید ایستگاه مترو کجاست. میگه مترو استاسیونو بو سوکان سونوندا. مترو استاسیونو یعنی ایستگاه مترو، بو سوکان سونوندا. سوکاک یعنی خیابان، سون یعنی آخر، انتها. بو سوکان سونوندا یعنی در انتهای این خیابان است یا آخر خیابونه. میگه مترو استاسیونو بو سوکان سونوندا یعنی ایستگاه مترو آخر، انتهای این خیابونه. میگه اوزاک مه، اوزاک به معنی دوره. اوزاک مه یعنی دوره، یعنی خیلی دوره. در جواب میگه چوک اوزاک دیل، 500 متر ایلریده. چوک اوزاک دیل، چوک یعنی زیاد، اوزاک یعنی دور، دیل هم یعنی نیست. چوک اوزاک دیل یعنی خیلی دور نیست. 500 متر ایلریده، 500 یعنی 500، ایلری هم یعنی جلو. 500 متر ایلریده یعنی 500 متر جلوتره. خیلی خوب، کلمات مهم این مکالمه ها. آدرس گفتیم همون آدرس هست. نرده به معنای کجاست. ایلری یعنی جلو. گیتمک به معنای رفتن. کارشه گفتیم با اون مترادف هست، به معنای روبرو. چکمک به معنای در آمدن. ریجا هم گفتیم یعنی خواهش. آیله خانواده. سالق یعنی سلامت. سا به معنای سمت راست. دنمک به معنای چرخیدن. و استاسیون هم به معنای ایستگاه. اوزاک به معنای دور. و دیل هم که گفتیم نشانه منفیه، به معنای نه و نیست. ایلری هم که همونطور گفتیم یعنی جلو و روبرو.